در شب میلاد با سرسعادت خانم حضرت زینب اسوه صبر و بردباری هستیم. شبی است که ما از پرستاران هم تجلیل و تقدیر می‌کنیم و پرستاران ما و کسانی که سالهای سال در کنار جانبازان سرفرازمون به پرستاری از عزیزان یادگاران دفاع مقدس پرداختن و اونها اقتدا کردن به خانم حضرت زینب سلام الله علیها. محفل زیبا و قشنگی که الان مشاهده می‌کنید به عنوان فضای ایستگاه صلواتی، این جزء کارهاییه که واقعا دوستان در مسیر فعالیت‌های فرهنگی این کارها رو به حمدالله پیگیری میکنن. چند وقت حالا فعالیتشون کم شده بود ولی الان شکر خدا مثل این که همه جا داریم میبینیم فعالیت‌هایی که میکنن، جوانایی که جذب میکنن، همین که یه اجتماع کوچیکی از جوانا جذبش میشن دوره هم فعالیت میکنن، فعالیت‌های اجتماعیشون رو انجام میدن، خودش خیلی عالیه. این جلسات، این برنامه‌ها، این محافل که برگزار میشه نشونگر نقش حضور فعال بسیج رو داره. خواستم تشکر بکنم از بچه‌هایی که زحمت کشیدن، بچه‌های بسیج این ایستگاه صلواتی رو به پا کردن، چون ما همیشه برای محرم و صفر خود مردم هم اقدام میکنن، ولی همچین میلادایی که هست وقتی بسیج میاد همچین کاری میکنه واقعا کار قشنگیه. عقیله بنی هاشم توی زبان عرب یعنی کسی که خیلی خردمنده و دوراندیشه. اسوه صبر که هستن و ایشون تونستن در کربلا در واقع کاری بکنن که با صبر خودشون و با دوراندیشی خودشون پیام امام حسین رو به جهانیان برسونن. نقش حضرت زینب رو در یک جمله میشه خلاصه کرد: کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این روزها روزهای صبر و استقامت، همینطوری که حضرت زینب علیه السلام اون همه مصیبت رو تو کربلا صبر و تحمل کرد تا توی مجلس یزید بگه و رأیت الا ما جمیلا، من هیچ چیز جز زیبایی ندیدم. اون چیزی که ما از فلسفه عاشورا یاد گرفتیم این هستش که خون بر شمشیر پیروز است و حضرت زینب پرچمدار این حرکت و نهضت عاشورایی بود. حالا ببینید همزمانی این ولادت و روز پرستار امسال با اتفاقاتی که در غزه جریان داره و در فلسطین مظلوم، صبوری را، مقاومت را، ایستادگی را و این که باعث دلگرمی فرزندان رزمندشون در خط مقدم مقاومت هستند، اینها تمام تداعی کننده در واقع آموزه های مکتب حضرت زینب سلام الله علیها است. اعتقاد من اینه که امروز هم کسانی که با شخصیت و سیره حضرت زینب سلام الله علیها مأنوس بوده و هستند، یعنی مادران و بانوان، زنان شیر دلی که در فلسطین در واقع بوده و هستند، اینها به زیبایی از مکتب حضرت زینب سلام الله علیها الهام گرفته و همون نقش رو دارن ایفا میکنن.